سلام، من علیرضا روشن با برنامه کتابخوانی از رادیو ایران اینترنشنال همراه شما هستم. قصه مرغ سعادت، قسمت دوم. توی قسمت قبلی داستان به اونجا رسید که سعید میره پلوی دلارام تا 40 روز اونجا بوده و هر شب از زیر سرش یه کیسه 100 اشرفی در میورده و میداده به دلارام. دلارام بهش مشکوک میشه که این جوونه این پولا رو از کجا میاره و شستش خبردار میشه که این بابا حتما دل و جیگر مرغ سعادت رو خورده. این میشه که روز 41 یه لگد میزنه تو کمر سعید، اون دل و جیگر مرغ رو از تو گلوش میفته بیرون. دلارام دل و جیگر مرغ رو میشوره و البته خیلی چندشنگیزه و خودش میخوره. سعید از خواب بلند میشه، میبینه از 100 اشرفی خبری نیست. حالا ادامه داستان رو با هم میشنویم. دلارام تعجب کرد که این جوان این همه پول از کجا آورده. بو برد که باز دل و جیگر مرغ سعادت رو خورده باشه. این بود که شب 41 بساط سفره رو رنگین تر کرد، شرابای کهنه رو به میون آورد و زیاد از حد به سعید شراب داد. خوب که مست و بیحال شد، یه لگد قایمی زد تو کمرش جوری که دل و جیگر مرغ رو قی کرد. فوری اون دل و جیگر رو ورداشت، شست و خودش خورد و شب و همون جا موند. صبح که سعید بیدار شد، نگاه به زیر سرش کرد، دید از اشرفی ها خبری نیست. فهمید چه بلایی سرش آوردن. هیچ به روی خودش نیاورد. طوری که کسی ملتفت نشه، پا شد و جا خالی کرد و از قصر دختر پادشاه، بلکه از اون شهر، رفت بیرون. روزا تو بیابونا و منزلها حیرون و سرگردون میگشت تا رسید به کنار شهری. دید 3 نفر جوان با هم دعوا دارن و داد و بیداد رو انداختن. حتما عنایت دارید دیگه، داستان ملک محمد و اون سیمرغ و خاطرتون میاد. این اتفاقایی که داره میفته میبینید که شبیه همونه. این داستان ها توی برخی از جزئیات خیلی از داستان ها شبیه همن، ولی یه چیزایی هم به هر حال فرق میکنه دیگه. مسیرهای داستان فرق میکنه، ولی اونجا سیمرغ بود مثلا، اینجا یه چیز دیگه است. حالا بهش میرسیم. دید 3 نفر جوان با هم دعوا دارن و داد و بیداد راه انداختن. سعید رفت جلو، بهشون گفت چه خبره؟ اینا گفتن ما 3 برادریم، سر تقسیم ارث پدر دعوامون شده، خدا تو رو رسوند که میون ما رو جوش بدی. سعید بهشون گفت شما کی هستین؟ اینا گفتن ما پسرای شمعونیم. پرسید پدر شما چطور شد؟ اینا گفتن پدر ما به هوای دل و جیگر مرغ سعادت رفت خونه زن خارکن، ولی سر و دل و جیگر مرغ و پسرای خارکن خورده بودن. پدر ما به زن خارکن گفت بچه ها رو بیار شکمشون رو پاره کن، اینا رو از شکمشون بیار بیرون بده من بخورم. زن خارکن تا رفت بچه ها رو بیاره اونا فرار کردن. پدر ما هم اوقاتش تلخ شد، شکم زن رو پاره کرد. ولی از داد و بیداد اون زن همسایه ها فهمیدن، ریختن تو خونه، پدر ما رو کشتن. سعید بهشون گفت خدا رحمتش کنه، عاقبت به خیر شد. حالا سر چی دعوا دارین شما؟ اینا گفتن سر قالیچه و انبون و سرمه حضرت سلیمون. سعید بهشون گفت اینا قابلی نداره که سرش بگو مگو بکنید. بهش گفتن تو خبر نداری، این اسبابا به دنیایی میارزه. اون که قالیچه است، وقتی روش بشینی و بگی یا حضرت سلیمون منو ببر فلانجا، میبردت. انبونم به اسم حضرت سلیمون هرچی خوراکی ازش بخوای بهت میده. سرمرم وقتی به چشم کشیدی کسی تو رو نمیبینه. خاطرتون میاد دیگه، گل به صنوبر چه کرد. سعید بهشون گفت اینا باز پهلوی یه نفر باشه و اون یه نفر باید از همه زرنگتر و چابکتر باشه. حالا من یه سنگی میندازم وسط بیابون، هر کی زودتر دوید اون سنگ آورد اون زرنگتر از بقیه است و این اسبابا میشه مال اون. این 3 برادر راضی شدن. سعیدم تمام قوتشو جمع کرد و سنگی رو انداخ وسط بیابون.
اینا همین که دویدن طرف سنگ، سعید انبان و سرمدون و ورداش رفت نشست رو قالیچه و گفت یا حضرت سلیمان، منو ببر به قصر دلارام. قالیچه فوری به هوا بلند شد و سعید رو رسوند به قصر دلارام. بچه های شمعون برگشتن دیدن ای وای، جاتر بچه نیست. با لب و لوچه آویزون اومدن سر جاشون. اما سعید به قصر که رسید، انبون و قالیچه رو یه گوشه قایم کرد و سرمه رو به چشم کشید و رفت توی اتاق دلارام. اتفاقا ظهر بود. دلارام ناهار خبر کرده بود. مجمعه رو گذاشته بودن جلوش، مشغول خوردن بود. سعیدم روبروش نشست و شروع کرد از این طرف دوری لقمه زدن. یه دفعه دلارام متوجه شد که اون طرف دوری داره خالی میشه. گایم دستی تو دوری میخوره به دستش، بی اینکه صاحبشو ببینه. ترسید، وحشت کرد. به زبون اومد که ای کسی که توی اون اتاقی، نمیدونم تو انسی، جنی، هر کی هستی، قسمت میدم به اون کسی که میپرستی از پرده بیا بیرون و خودتو آشکار کن. سعیدم سرمه رو از چشمش پاک کرد و خودشو نشون داد. دلارام تا چشمش به سعید خورد گفت سعید تویی؟ من واقعا دلم برات تنگ شده بود. بی خود کجا رفتی منو تنها گذاشتی؟ بنا کرد زبون بازی کردن و لاف زدن. سعید بیچاره گول خورد. خیال کرد راست میگه. از اون طرف حسن و جمال دلارام مجال نمیداد که اون فکری به حال و کار خودش بکنه. در هر صورت باورش شد که دلارام خاطر خواشه. دلارام دنباله زبونبازی خودشو ول نکرد و بنا کرد چرب زبونی کردن و ضمناً ازش پرسید که سعید بگو ببینم تو چطور اینجا آمدی؟ سعید ساده تفصیل قالیچه و انبون و سرمدون و از سیر تا پیاز برای دلارام تعریف کرد. چند روزی از این مقدمه گذشت. یه روز دلارام گفت سعید من مدت هاست آرزو دارم برم کوه قاف یه گردشی بکنم. خوب شد وسیلش به دست تو فراهم اومد. پاشو با هم رو قالیچه بشینیم، یه گردش مفصلی تو کوه قاف بکنیم و برگردیم. سعید گفت چه ضرر داره، پاشو بریم. پاشدن نشستن رو قالیچه و رفتن به طرف کوه قاف. اونجا که رسیدن یه چشمه ای دیدن. دلارام به سعید گفت حالا که تا اینجا اومدیم حیف تو این چشمه نریم، بیا لخشیم بریم تو چشمه. سعید گفت خیلی خوب. دلارامم بهش گفت پس تو اول برو تو چشمه بعد من میرم، برای اینکه من میخوام تن و بدن تو رو تو آب ببینم. سعید لخ شد رفت وسط چشمه. دلارامم سرمدون و انبون و ورداش اومد رو قالیچه و گفت یا حضرت سلیمان منو برسون به قصر خودم. تا سعید اومد جنب بخوره دلارام رسید به قصر خودش. بیچاره سعید از چشمه اومد بیرون، حالا نه راه پس داره نه راه پیش. در هر صورت لباسا رو پوشید و قدری راه رفت. رسید کنار دریا. دود از دلش در اومد که از این دریا و کوه من چطور میتونم رد بشم و برسم به جایی. از روی ناامیدی گرفت زیر درختی خوابید. نه خواب بود نه بیدار که دید دوتا کبوتر رو درخت با هم حرف میزنن. یکیشون گفت خواهر. اون یکی گفت جون خواهر. گفت این پسر رو که زیر درخت خوابیده خوب میشناسی؟ این گفت نه. اون یکی گفت این همون سعیده، برادر سعد که گول دلارام رو خورده و هرچی داشته از چنگش در آورده، حالا به این روز افتاده و راه نجاتی نداره، اما اگه از چوب و پوست و برگ این درخت همراش ببره خیلی کارا براش میکنه. پوست این درخت برای این خوبه که هر کس به پاش بماله میتونه از دریا رد بشه. چوب این درخت رو به هر کی بزنی خر میشه، دوباره بزنی آدم میشه،
برگشم دوای چشم کور و گوش کره. سعید خوشحال شد. پاشد از پوست و چوب و برگ درخت ورداشت، مقداری از پوست درخت و به پاش مالید، از درگاه‌ها رد شد تا رسید به یه شهری. دید اهل اون شهر با هم گفتگو میکنن. پرسید اینجا چه خبره؟ گفتن دختر پادشاه این شهر چند روزه کر شده و شب و روز از قصه داره گریه میکنه، نزدیک دق بکنه. پادشاه هم چون همین یه بچه رو داره حالشو نمیفهمه. عقب هر حکیمی هم فرستادن نتونسته معالجه بکنه. سعید فوری رفت طرف قصر و به پادشاه گفت من دخترتو معالجه میکنم. پادشاه بهش گفت اگه معالجش بکنی اونو من میدم به تو. سعید از برگ اون درخت مالید به گوش دختر و دختر خوب شد. پادشاه خوشحال شد. دستور داد شهر و آیین بستن و 7 شبانه روز جشن گرفتن و دختر رو دادن به سعید. چند روزی از این مقدمه گذشت. سعید از پادشاه اجازه خواست که بره به شهر دلارام و داد دلش رو از اون بگیره. روونه شد، رسید به شهر. راه قصر رو پیش گرفت. دم در قصر دربان اومد جلوشو بگیره، با همون چوب او رو زد. دربون شد خر. سعید پله ها رو گرفت، یه راست رفت تو اتاق دلارام. دلارام تا چشمش به سعید خورد گفت ای بی ادب، چرا بی اجازه اومدی تو اتاق من؟ سعید گفت اومدم سوارت بشم، بارت کنم. دلارام کنیزاشو صدا زد که بیاید اینو بیرون کنید. کنیزا ریختن تو اتاق. سعید چوبو گرفت به دلارام و 40 کنیزش. زد و همشون شدن شبیه خر. هر کیم اومد ببینه چه خبره، یه چوب خورد و اونم شد خر. کسی جرأت نکرد بیاد جلو. سعید هم این 41 خر رو آجر بار کرد، فرستاد این طرف اون طرف. انقدر اینا رو اذیت کرد تا به جون اومدن. بالاخره دلارام راضی شد که سرمدون و انبون و قالیچه رو پس بده و دوباره آدم بشه. سعید قبول کرد به شرط اون که دل و جگر مرغ سعادت هم غیب کنه. باری سعید یه چوب دیگه هم زد به دلارام، دلارام شد آدم و سعید رو تو قصر خودش مهمونی کرد. سعیدم او رو در حال مستی لگد زد و دل و جیگر مرغو که قی کرده بود شست و خورد. سوار قالیچه شد، اومد پهلوی زن و پدر زنش. بعد به فکر افتاد که سراغ پدرش بره. روی قالیچه نشست و رفت به وطن خودش، جایی که خونه زندگیشون بود. ما هم دوریم دیگه خونه زندگیمون از وطنمون. وقتی که وارد خونه شد دید پدرشون خارکن، از غم روزگار و قصه اولاد کور شده. از اون برگ درخت مالید به چشم پدر و چشم پدر بینا شد. پدر خیلی خوشحال شد و پسرش سعید رو دعا کرد. اون وقت پدرش رو ورداش، اومد پهلوی زنش و دست جمعی رفتن سراغ سعد. سعد که پادشاهی با تشخص شده بود، از دیدن پدر و برادر و کس و کار تازه خیلی خیلی خوشحالی کرد و 40 روز اونا رو مهمون کرد. تو این مدت از شرح حال خودشون برای هم گفتن و پدر رو با کمال عزت و احترام پیش خودشون نگه داشتن. سعیدم هر وقت دلش تنگ می شد به دیدن پدر و برادرش می اومد. ایشالله همونطوری که اینا به هم رسیدن، ما هم به مراد و مطلبمون برسیم. خب، اینم از قصه مرغ سعادت، روایت صبحی مهتدی. صبحی اینو از کسان دیگه شنیده که من الان براتون میخونم کیا بودن. صبحی میگه این قصه از داستان‌های معروف است و من اول دفعه در بچگی آن را از کسان خود شنیدم. از مشهد امیر اشرف آریانپور،
که همون داستان چهلگیس هم براش فرستاده بود از کاشان و از تهران ماه منیر هنردوست و منصور تزمینی و محمود تحریریان نسخه کامل این داستان را از شنیده های خود برای من فرستادند و به همچنین دوشیزه، میم، ه و احمد نکویی. نصرالله لشکری نیز مقدمه داستان را فرستاده بود. عجب اینجاست که در کلیات قصه و اسمها اختلافی بین این نسخه ها نبود. در هر صورت از مجموعه نسخه های موجود و آنچه که خود از پیش شنیده بودم و بعد هم شنیدم، این داستان را با کمال دقت نقل کردم. یکی دو نفر از پیران خانواده های قدیم میگویند این قصه در موقع پاک کردن آجیل مشکلگشا نیز گفته می شود. این داستانی که چون ما هنوز وقت داریم، من رفتم یک داستانی رو پیدا کردم از صبحی، از شاملو هم البته داره ولی مال صبحی شیرین تر به نظر من. یک داستان خیلی کوتاهیه، شما رو یاد گنجشکک عشیمشی میندازه. حالا بعدن به داستانهایی که گنجشکا و حیوانات و شوزور خیلی مهم دارن به اینا خواهیم پرداخت. اسم این داستان کوتاه هست زور و شخصیت اصلیش یک گنجشکه. اجازه بدید اون توضیح رو که صبحی مهتدی داده براتون بخونم که بیشتر آشنا بشید و بعد خود قصه رو میخونم. صبحی توی کتاب قصه ها جلد اول میگه که این افسانه رو وقتی میگن به آخرش که میرسه بعد از گندم و شادونه اسم شنونده رو میگن، یعنی همون کسی که قصه رو براش نقل میکنن. توضیح میده که مثل این افسانه کهن در سایر زبان ها پیدا میشه، حتی تو کتاب کلیله و دمنه قصه مثل این داریم که من اونو برای شما میگم، اما به لفظ خودتون، نه به لفظ قلم به سلم به کتاب. اینو صبحی داره میگه. حالا من هر دو اینا رو برای شما خواهم خوند. فقط این توضیح رو هم براتون بدم که اونجایی که میگه بعد از گندم و شادونه اسم شنونده رو میگن، یعنی کسی که داره قصه رو میشنوه اسم اونو میذارن بعد از شادونه. حالا علتش خواهید فهمید. شما مگر اینو شنیدید احتمالاً خیلی زود بتونید به حافظه بسپارید، اون وقت برای بچه کوچولو میتونید بخونید، برای این اون میتونید بخونید اسم اون کسی که دوست دارید و بذارید توش. حالا برگردیم خود قصه. زور. یکی بود یکی نبود. یک گنجشک بود که تو هوای سرد زمستون و یخ و یخبندون از لونه به هوای دونه اومد بیرون. این دید زمین و زمون از برف پوشیده شده، هر جا آب بود ماسیده. ناچار روی تیکه یخ نشست و چشم انداخت این بر اون بر که چیزی گیر بیاره. پر و پا و رونش و بالای رونش یخ کرد. رو کرد به یخ، گفت یخ چرا انقدر زور داری؟ یخ گفت من کجا زور دارم؟ اگه زور می داشتم آفتاب آبم نمی کرد. گنجشکه رفت دم آفتاب، رو کرد به آفتاب و گفت ای آفتاب چرا انقدر زور داری؟ آفتاب گفت من کجا زور دارم؟ اگه زور می داشتم آب جلومو نمی گرفت. گنجشک رفت سراغ ابر، به ابر گفت ابر چرا انقدر زور داری؟ ابرم در اومد که من اگه زور می داشتم باد منو پریشون نمی کرد. رفت پلو باد، پرسید باد تو چرا انقدر زور داری؟ بادم جواب داد اگه من زور می داشتم کوه جلومو نمی گرفت. رفت پلو کوه، گفت کوه چرا انقدر زور داری تو؟ کوه گفت اگه من زور می داشتم علف سرم سبز نمی شد. رفت پلو علف، علف تو چرا انقدر زور داری؟ اونم در اومد که اگه من زور می داشتم بوزی منو نمی خورد. رفت پلو بوزی، گفت آهای بوز تو چرا انقدر زور داری؟ بوز در اومد که اگه من زور می داشتم قصاب منو نمی کشت. رفت پلوی قصاب، گفت قصاب تو چرا انقدر زور داری؟ قصاب جواب داد اگه من زور می داشتم پادشاه ازم باج نمی گرفت.
رفت پلو پادشاه. گفت ای پادشاه، شما چرا اینقدر زور دارین؟ پادشاه در اومد که اگه من زور می داشتم موش تو خونم لونه نمی کرد. رفت پلوی موشه. بهش گفت موش، تو چرا اینقدر زور داری؟ موشم جوابش داد که اگه من زور داشتم گربه منو نمی خورد. رفت پلو گربه. گفت گربه، تو چرا اینقدر زور داری؟ گربه جوابش داد که زور دارم و زور بچه، سالی میزام 7 بچه، یکیش آروم جونم، یکیش سرو روونم، یکیش کفتر پرونم، یکیش بیتو نمونم، زنی میخوام زنونه، پوستین کنه انبونه، بذار سوک خونه یعنی گوشه خونه، پر کنه دونه دونه از گندم و شادونه برای جونی جونه. جای اون جونیه شما میتونید اسم کسی رو که قصه رو دارید براش میخونید بذارید. خب بگذاریم بریم سراغ اون دومیه که از کلیله و دمنه گرفته. زاهدی کنار جوی آب دست و رو میشست، یه دفعه دید کلاغی از جلوش رد شد و از دهنش یه بچه موشی افتاد بیرون. دل زاهد برای بچه موشه سوخت، اونو لایه یه برگ درخت گذاشت و آورد خونه. زنش بنای داد و فریاد و گذاشت که ای مرد، ما از این جونور چطور نگهداری کنیم؟ دعا کن که این آدم بشه تا بتونیم پهلوی خودمون نگرش داریم. زاهد وردی خوند، بچه موش شد یه دختر بچه شسته رفته. چند سالی گذشت، این دختر بزرگ شد و وقت شوهرش شد. زاهد به دختره گفت تو حالا بزرگ شدی و همه چیز میفهمی، باز شوهر بکنی. بگو ببینم تو رو به کی بدم، هر کسو میخوای بگو. دختر جواب داد من شوهری میخوام که تو دنیا بالا دست نداشته باشه. زاهد گفت پس بگو میخوام زن خورشید بشم یه بارگی دیگه. اینم گفت بله درست فهمیدی. زاهد رفت پلوی خورشید. گفت من یه دختری دارم که تو خوشگلی لنگه نداره، از من شوهری خواسته که تو دنیا بالا دست نداشته باشه، اونم تویی. خورشید گفت از من بالاتر ابره که روی منو میپوشونه. زاهد رفت پلو ابر و سرگذشتشو گفت. ابرم در اومد که از من بالاتر باده که منو این ور اون ور میبره. رفت پلو باد. باد هم جواب داد از من بالاتر کوهه که جلومو میگیره. رفت پلوی کوه. کوه بهش گفت از من بالاتر موشه که سینه منو سوراخ میکنه و برای خودش و بچه‌هاش لونه درست میکنه. زاهد رفت پلوی موشه، بهش گفت ای موش، من یه دختری دارم قشنگه و وقت شوهرشه، این یه شوهری میخواد که تو دنیا بالا دست نداشته باشه. من خیال کردم خورشید از همه بالاتره، رفتم سراغش، معلوم شد ابر از اون جلوتره و بادم از ابر و کوهم از باد و تو هم از همه اینا بالاتری. حالا اومدم دخترمو بهت بدم. موش گفت تموم این حرفا درسته، ولی من دختری میخوام که از جنس خودم باشه، موش باشه. زاهد گفت کاری نداره، دعا میکنم که اون دخترم موش بشه. زاهد وردی خوند و دختر شد موش و مهر و کابین بست و دستشو گرفت گذاشت تو دست موشه. خب دیگه وقتمون به ته رسیده، بستون باید خداحافظی بکنم. تا داستان بعدی، تصدق همتون.